علیرغم اینکه اندکی بیش از یک ماه و نیم از گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس میگذره، اما کماکان توی خبرها شاهد سوز و گداز رژیم از این موضوع هستیم. چرا که این پدیده همونطور که در ایرانیان امید به تغییر رو بیشتر و بیشتر کرد، به همین دلیل ترس و واهمه عناصر و سردمداران رژیم رو از پدیده تغییر رژیم بیشتر و بیشتر کرد. بنابراین پدیده ایست که همچنان می درخشه و نور می پراکنه. در ادامه همراه میشیم با آقای محمد قربانی، قهرمان کشتی جهان و عضو شورای ملی مقاومت ایران، تا صحبت‌های ایشون در مورد کهکشان بزرگ مقاومت ایران در پاریس رو بشنویم. با سلام خدمت هموطنان عزیز، به خصوص جوانان، ورزشکاران و تمام مردم ایران که در اسارت این جنایتکاران سالهای سال گذروندن، خواستم خدمتشون سلام عرض کنم. از همه لحاظ 180 درجه با سالهای دیگه فرق داشت. اولیش پیروزی رزمندگان آزادی و انتقال اینها از عراق، جایی که به عنوان کمپ پناهندگی بود ولی یک زندان با شکنجه، که رژیم ایران کارش این بود، هدف اصلی تا اونجایی که میتونه همه اینا رو از بین ببره، با موشک اندازی و آتشباران فراوان. با این حال سعی و کوششش این بود که یک دونه اینها رو سالم از عراق نذاره خارج بشن. ولی به کوری چشم آخوندها بزرگترین پیروزی برای مقاومت ایران و مردم ایران بود. این یکی از ویژگی های این بزرگ داشت، آزاد شدن افکار بقیه مقاومت که در خارج از کشور بودن و یارانشون رو دیدن که دیگه الان صحیح و سالمه. دوم این که شرکت در این گردهمایی، تمام سخنرانان، صحبتها، همه متوجه این گردهمایی و شرکت بیشمار ایرانیان، این خودش خیلی مهم بود. و دیگری این بود که جنبش دادخواهی، این جنبش دادخواهی ثابت کرد ظرف مدت 36 سال این رژیم فقط شیطان سازی و دیگه از هر چی که برایش امکان داشت بر علیه این مقاومت و این رزمندگان کوتاهی خلاصه نکرد. ولی این کهکشان مدت یک روز بیشتر طول نکشید، تمام اون شیطان سازی رو از بین برد و مردم ایران فهمیدن که این رزمندگان، این کسانی که از هست و نیست خودشون گذشتن، زن و بچه و همه چی رو ول کردن فقط برای آزادی ملت ایران. در این همبستگی تمام صحبت‌ها برای سرنگونی و تغییر رژیم بود، من غیر مستقیم، چه اونهایی که کشورهایی که نماینده های رسمیشون رو فرستاده بودن و چه کسانی که از پشتیبانان ما هستن. در تمام صحبت همه از این بود که این جنبش رو به رسمیت شناختن. الان دیگه ما از فاز تدافعی، چون بیشتر رزمندگان ما، پیشتازان ما گیر بودن، در محاصره بودن، وقتی که آزاد شدن مثل که یک انرژی زیادی، هموطنان همه از تمام سراسر دنیا تو این جنبش شرکت کرده بودن. حتی طوری بود که افراد خیلی آشنا رو که میشد بهشون بگی مثلا به خاطر کمی جا، البته جا خیلی بزرگ، بیش از 100,000 نفر بودن و برگزار کننده این تشکیلات به این صورت همه اذعان میکردن که هیچ دولتی که قدرت داره اگر بخواد همچین همبستگی رو،
همچین برنامه‌ای را انجام بده محاله بتونه. و همه اینا ثابت میکنه از تشکیلات وفاداری، کار و کوشش و بیشتر همون فدا و گذشت در راه آزادی مملکت ایران بود که توانستن با این باشکوه و به این عظمت این برنامه را انجام بده. پیام من به جوانان، ورزشکاران، مردم ایران اینه که الان رژیم پوسیده آخوندها به مرحله آخر رسیدن و نیروی پیشتاز در حال حمله است. هر طوری که میتونین، به هر وسیله‌ای که هست، از کمک خود دریغ نکنین. ایران آزاد خواهد شد، فردا از آن ماست. ما